دوستان گرامی، در برنامه اندیشه باز با شما هستیم. مفهوم وحدت به معنای همپذیری و همدلی هست که اعضای جامعه همدیگر را بپذیرند. اسلام در حقیقت دین وحدت است. ما چگونه می توانیم وحدت میان جوامع اسلامی برپا کنیم و این وحدت را حفظ کنیم؟ اونچه که منافع ملی افغانستان ایجاب میکنه و اونچه که قرآن به ما دستور داده است، خدا دستور داده است، دین ما به ما سفارش میکند، بر اساس او ما بیاییم با در نظر داشت این مسائل به سوی وحدت گام عملی برداریم. دین میگه که واعتصم بحبل الله جميعا، شما به ریسمان خدا که عبارت از کتاب خدا هست و یا دین خدا هست به تعبیر مفسرین، همه شما چنگ بزنید. فرموده مولوی صاحب که قوم و زبان و مذهب و سمت اینها نباید مطرح باشه، محور اصلی دین باشه. کیها نمیخواهند در افغانستان وحدت باشه و همچنان کیا دست به تفرق افغانی میزنن؟ سیاستمدارای ما هم مسائل تفرقای مذهبی رو دامن میزنن. یک واقعیتی داری شک نیست که از این طریق رأی به دست بیارن. دشمنان بیرونی ما نمیخوان که وحدت در افغانستان بیاد و دومن عمال اونها، مزدوران اونها در داخل که هستن، اونها بالاخره تلاش میکنن که مسائل اختلاف را دامن بزنه. جایگاه کسانی که دست به تفرق افغانی میزنن در دنیا و آخرت چی خواهد بود؟ مسلمن اختلاف انگیزان معصیت میکنن، در معصیت هستن، در گناه هستن و جایگاه گناهکاران هم در قیامت در سطوح مختلف بالاخره تعریف شده است. مردم افغانستان در طول سالیان متمادی با وحدت و یکپارچگی و با خلوص نیت در کنار همدیگر زندگی کردند، هم از مردم شیعه، مردم سنی. اگر شما اختلافات بین امت اسلامی میبینیم، اگر تضاد میبینیم، اگر نزاع میبینیم، اگر برادرکشی میبینیم، اگر پرابلم های خانوادگی و محیطی میبینیم، دلیل اینه که معرفت از قرآن ندارن. تاسیس اتحادیه های مختلفی که در افغانستان ایجاد میشه و همچنان احزاب سیاسی، چی ارتباط با وحدت داره؟ من شخصا طرفدار اینقدر اتحادیه، اینقدر انجمن، اینقدر تشکیلات، اینقدر بسیار کتله های سیاسی ساختن، کتله های اجتماعی ساختن، طرفدار از این نیستم در کشوری که مردم سطح سواد اینو پایین است. وحدت باعث موفقیت، پیروزی، سربلندی یک کشور می شود.